بخونم. سال دیگر آمدم او دامن کشان، این آبی که ما سطح بود بخار شد رفت، سال دیگه میاد میره بارون میشه میاد بالاخره. بهش میگیم هی کجا بودی تو؟ میگه به دریای خوشان رفتم، یه دریای خیلی اعلا. تو اون دریا چه اتفاقی افتاد؟ من نجس اینجا شدم، پاک آمدم، بستدم خلعت، سوی خاک آمدم. رفتم توی اون دریا، به این خلعت دادن. چی بود؟ پاکی. و دوباره اومدم. این چهار خط و منظور مولانا همیشه بر میگرده به همین سیستم شعور ما و رابطه ما با اون عقل کل. یعنی این چیز اساسی، این که ما هستیم، ما هیچی نیستیم غیر از فهم و شعور. این فهم و شعور بماند میگندد مثل این آب. اگه وصل بشه به اون اصل خودمون که عقل کل نوره، قدیم میگفتن خداست، الله و نور و فی السماوات و الارض، خدا همون نوریست که همه جا هست. ما میگیم بهش عقل کل، اینتلیجنس، اون هوشیاری این هستی. اگه به اون وصل کنیم خودمونو، هی دائم پاک میشیم. پاک شدنمون هم این است که عقلمون تکامل پیدا میکنه، مثل اینکه این پرده های نور رو هی دونه دونه میایم جلو، که به 700 چون به 700 چون ز 700 بگذرد او یم شود دیگه. این جلو اومدن توی این پرده های نور ادامه پیدا میکنه و به جایی میرسی که ما دریا میشیم. خب این فکر کنم چهار بیت رو توضیح دادم. فقط اون کلمه آب آب بود که همیشه این دوتا کلمه ها که پشت سر هم میاد گفتم، یعنی روح آب. آب آب یعنی روح آب، جان جان یعنی روح جان. یعنی کی؟ این یعنی همون عقل کل. ببین آبی که من تو سطل بود چی رو تمیز کرد؟ ماشین منو، در مورد شما خونه رو، درسته؟ حالا این آب که رفت تمیز شد اومد، کی تمیز کرد؟ آب آب، چون آب تمیز میکنه. آب خودش کی تمیز کرد؟ آب آب. البته یه مقدار زیادی اینجا من آب از مردان حفره میگه الان خودشا کسانی که میان بر اساس یه مدتی که در مجاورت دیگران قرار میگیرن، اونها حتی اون محتویات چیزشون از دست میدن، حتی اونها به غفران حضرت حق نیاز دارن که دو مرتبه برن اون آلودگی درونی که اینجا حاصل کردن رو پاک کنن و بر عروج برن، اونجایی برن که حالا خود انسان ما این میخوام بدونم، خود انسان هم اون آب آبی، اون آب آگاهی که میتونه ما رو پاک و زلال بکنه و برسونه. یعنی اونها مردان حق هست. بله اونجای الهی هستن که برای ارشاد ما میان. بله این مردان حق میتونه بیرون شما باشه، ولی اصلش در خود ما هست. ما میتونیم همون درون خودمونو، همین طاهر فکسنی شکسته بسته رو من وصلش کنم به اصل خودم، که با اصل همه اون مردان بزرگ و زنان بزرگ و آدمای کوچیک یکی هست اصل ما. اگه من به اون اصل وصل بشم، حالا ببین همین قضیه آب چطوری میشه؟ یک آبی هست کثیف میشه، میره آب آب اینو تمیز میکنه، این برمیگرده. همین اتفاق ما تو ابیات قبلی، دفترهای قبلی، جلسات قبلی همینو میگیم دیگه. من الان توی این صندلی نشستم، چیزی که میبینم
دیده من، فهم من از این جهان که فعلا این اتاقه، جامو عوض کنم طور دیگه ای میبینم. پس فهم من روی این صندلی با فهم من روی اون صندلی فرق داره. و تو اون فایل اگه گوش کنی دفتر چهاره، اینا یه حرف بیشتر نیست تو همه دفاتر. این میشه که من هرچیم فهمم این صندلیه الان. اگه برم اونجا میشم اون صندلی. پس من با این صندلی یکی شدم، هم هویت شدم. درست شد؟ حالا وقتی از اینجا پا میشم میرم اونجا میشینم، چه اتفاقی میفته؟ این آبی که برای من داشت چیزها رو تمیز میکرد که فهم منه، فهم شما چیکار میکنه؟ قرار از آشغال رو از خوراکی تشخیص بده. غذای شما که برای شما مفیده شما بهش پی ببرید، نه اینکه بخورید آشغال بخورید مریض شید. پس داره غذای شما رو تمیز میکنه، تصفیه میکنه. درست شد؟ حالا این بعد یه مدت خودش کثیف میشه، بیات میشه. این باید ریفرش بشه، باید رینوویت بشه، باید تجدید حیاتی پیدا کنه. این تجدید حیات رفتن از یک پرده نور به یک پرده نور دیگه است. و این با این اتفاقاتی که برای ما میفته، تجربه، علم، اینا که یاد میگیریم، اتفاق میفته. ما فهممون یواش یواش میره بالا. اینو این قصه داره میگه. این که فهم ما یه مرحله میاد جلو، مثل این که این آب رفت به دریای کل، به آب تمیز شد برگشت، حالا یه چیز تازه است دوباره.